ماری لافوره، خواننده و بازیگر فرانسوی، در سن 80 سالگی درگذشت. کارنامه کاریش اگر در دهه 60 و 70 درخشان و شناخته شده بود، اما دیرتر در شمار افسون هنرمندان کمتر دیده و کمتر شنیده می شد. هرچند که ترانه مشهورش عشق من دوست من هنوز هم در خاطره ها باقی است. در ایته خبرهای سیاسی عراق خبرساز است. شورش و اعتراضات مردم که خواهان برکناری دولتشان شده اند. تحلیل و تفسیرهای این هفته می گوید پس از 16 سال آشکارا جمهوری اسلامی در حال از دست دادن نفوذش در عراق است. جدا از حمله دیروز به کنسولگری در کربلا و کشته شدن 3 تن، شعارهای مردم به آقای خامنه‌ای جلب توجه می کند. پرچمهای حکومت جمهوری اسلامی در عراق به آتش کشیده می شود. تفسیری می گوید جمهوری اسلامی آنچه را که اینک ممکن است از دست بدهد برای حفظش به هر کاری دست خواهد زد. تفسیر دیگر می گوید اگر شیخ نصرالله در رسانه ها بازنده شناخته می شود نیروهای مسلح او همچنان وجود و حضور دارند. تلویزیون المنار، تلویزیون حزب الله لبنان و به معنای جمهوری اسلامی معترض است که چرا توییتر تعدادی از حساب‌های متعلق به این تلویزیون را بسته است. باید گفت امریکا حزب الله را از سال 1997 یعنی 23 سال پیش یک تشکیلات تروریستی می‌داند. جالب است که آقای خامنه‌ای هم یکی از استفاده کنندگان توییتر است و سخنرانی‌هایش را حتی حملات به امریکا دقیقاً در توییتر منتشر می‌کند. آقای خامنه‌ای در توییتر اخیرش نوشته اختلاف ما با امریکا به دلیل گروگانگیری نیست، بلکه به 66 سال پیش یعنی به کودتای علیه مصدق برمیگردد. آقای خامنه‌ای دیروز در پی استدلال‌های شناخته شده‌اش گفت آقای مکرون یا ساده دل است و یا همدست امریکا. استدلال رهبر مذهبی سیاسی حکومت این است که اصرار آقای مکرون برای ملاقات بین مقامات امریکا و جمهوری اسلامی ایران بیهوده بوده است. به دنبال عراق و یا لبنان اینک ناآرامی‌ها به پاکستان هم رسیده و مردم خواهان استعفای آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان شدند. ناظران میگویند بخشی از ارتش امریکا به سوریه بازگشته است. در اروپا تظاهرات کردان در سوئیس یا در آلمان و یا در پاریس هشدارهای مکرر به افکار عمومی می‌دهد. ترکیه اعلام کرد جهادیونی را که دستگیر کرده حتی اگر سلب ملیت شده باشند آنها را به زادگاهشان باز پس خواهد فرستاد. سفر آقای مکرون به چین هم این تفسیر را به دنبال دارد که جمعیت چین به تنهایی 1 میلیارد نفر بیشتر از جمعیت کل اتحادیه اروپا است. در این میان سوئیس روابط بسیار خوب اقتصادی با چین دارد. در مالی 50 نفر از نظامیان این کشور کشته شدند و در جمع آنها 1 نظامی فرانسوی. جهادیون تلافی این عمل را به سبب بمباران مناطقشان توسط نیروی هوایی فرانسه انجام داده اند. در پایان 2 گزارش کوتاه. در اسرائیل گورستانی زیرزمینی افتتاح شد که ظرفیت 24 هزار قبر را دارد و مذهبیون اسرائیل با نحوه و کار این گورستان موافقت دارند و آن سوی مرز در اراضی فلسطین با کمی دستمزد و یا کمبود کار این فرد اتومبیل‌های قدیم و مشهور را دوباره سازی می‌کند. در 2 سوی مرز حیات دوباره با تجربه و تفکر. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.